بینندگان محترم گرامی خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنیم امیدواریم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه در خدمتون هستیم با قسمت دوم از قرون وستا و سوء تفاهمات مهمان برنامه آقای کروش جهانشاهی هستن از طریق راه های با ما تماس بگیریم با عزیزان بیننده در خدمتتون هستیم پخش زنده از لندن استودیو همراه با شما و موضوع قرون وستا و سوء تفاهمات هم قسمت دوم این موضوع رو با شما عزیزان هستیم اگر هفته گذشته برنامه ما رو دیده باشید میدونید که برنامه تموم نشد و موضوع هنوز ادامه دار هست و چند تا نکته رو ما اشاره کردیم که البته کوروش عزیز امشب در خدمتشون هستیم و به اون مسائلی که هفته گذشته بازگوش و اشاره خواهند کرد مقدمه ای خواهند داشت و همچنان ادامه داره راه های ارتباطی با برنامه رو دیدید میتونید از طریق این راه ها با ما در تماس باشید اگر سوالی دارید نظری دارید شاید مطلبی رو خوندید جستجو کردید و ابهاماتی هست در ذهنتون خوشحال میشیم که بشنویم همچنین اگر درخواست دعا دارید میتونید برای ما بفرستید که در آخر برنامه برای شما دوستان خوب در دعا خواهیم بود عرض سلام دارم خدمتت کوروش جان و خیلی خوش آمدید مرسی سال جان منم سلام و عرض عدب دارم به شما بردم میلتن عزیز و تمام بینندگان عزیزی که امشب شاهد برنامه ما هستن بله خوشحال هستیم که استودیو تشریف آوردید و احتمالا پر مثل همیشه برای امید. کابوش رو نمیدونم حتما اینطوری اختیار دارید خیلی خوش اومدید خواهش می‌کنم مرسی خب کوروشان میدونیم که موضوع حساسی رو در دست داریم خیلی واقعا میخواد آدم هم حکمت داشته باشه و هم که بی‌طرفانه همونطور که خیلی از بیننده هامون از ما خواسته بودن که بی‌طرفانه به این مطلب بپردازیم خیلی صحبت ها گفته شده دیدگاه های متفاوتی بوده در رابطه با قرون وسطا در رابطه با مسیحیت در اون زمان جنگ های صلیبی و خیلی از مسائل دیگه که ما میخوایم پرده از این ابهامات برداریم بله، بله، و فکر میکنم بد نباشه که قبل از هر چیز مقدمه داشته باشیم از هفته گذشته هفته گذشته خیلی از مطالب رو در بر گرفتیم و صحبت کردیم راجع بهشون مفصل بود اما یک مقدمه داشته باشیم برای بینندگان عزیزی که شاید تازه بیننده ای ما شده. خب من هفته پیش گفتم که تاریخ جهان شامل امپراتوری های بزرگی هستش که این امپراتوری ها در زمان های مختلف اومدن رشد کردن به اوج ظهورشون رستن و فروپاشیده شدن این امپراتوری ها به طور کلی در جهان هفت امپراتوری بزرگ بودن که در که تاریخ جهان رو تشکیل میدن اولین امپراتوری که در جهان ما میتونیم به اسم یک کلونی یا یک مجموعه منظم بشری و یک امپراتوری بزرگ ازش نام ببریم امپراتوری قدرتمند سومری ها بود که در حدود 6000 سال پیش از میلاد مسیح در سرزمین بین و نهره، یعنی عراق کنونی بین دو رود دجله و فرات به وجود اومد سومری ها اولین تمدن منظم بشریت رو داشتن اولین ارتش منظم رو در جهان تشکیل دادن اولین خط نوشته جهان رو به وجود آوردن اولین کتیبه های جهان رو به وجود آوردن و بله واقعا امپراتوری <تصفح> پیشرو و متقدمی بودن و از این جهت واقعا در تاریخ در بسیاری از جهات همونطور که فرمودین اول بودن همزمان با امپراتوری سومر در بخشی از شمال آفریقا در دجله در جلگه رود نیل یک امپراتوری دیگه به وجود اومد به اسم امپراتوری مصر که خب خیلی ها اون رو میدونن خب امپراتوری مصر به خاطر موقعیت جغرافیاییش صبات خیلی بیشتری داشت و در حدود سه هزار سال در شمال آفریقا این امپراتوری وجود داشت و تاریخ خیلی وسیع و گسترده رو در جهان شامل میشه همونطور که گفتم مصری ها بزرگترین بناهای بشری رو که اهرام سلاسه هستش و سه تا هرم بزرگ جیزه، خیوبس و خفرن که این سه تا بزرگترین بناهای تاریخ بشر هستند رو ساختن که متعلق به دوره اول امپراتوری مصری ها بود بعد ها مصری ها در صنایع دیگه مثل ساختن مقبره ها خیلی شهرت پیدا کردن نقاشی هایی که دو بودی بود و خب در هنر هم خیلی پیشرو بودن برمیگردیم به بین و نهرین امپراتوری سومری بعدها به دو بخش تقسیم شد در قسمت شمالی اکتها ها شدن و در قسمت جنوبی بابلی ها ها بعدها به وسیله امپراتوری قدرتمند آشور تصرف شدن و امپراتوری دومی رو در بین و نهرین قسمت شمالی به وجود آوردن که بوده هزار قبل از میلاد تا 700 قبل از میلاد در بخش شمالی بین و نهرین حکومت کردن امپراتوری آشوری ها و پادشاه بزرگی مثل سارگون مثل آشور با نیپال و امپراتوری خیلی بزرگی رو ما در این زمان از اونها شاهد هستیم دنیا رو به لرزه درآوردند و در قسمتی از شمال اروپا در شمال آفریقا به اسم کرکمیش در یک جنگ خیلی بزرگی مصری‌ها رو شکست دادن و حاکم بلا جهان شدن به مدت 300 سال بعد از اون در قسمت جنوبی بین یک حکومت دیگه ای به وجود اومد به اسم بابل که با امپراتوری ماد با همدیگه متحد شدن و آشوری ها رو از بین بردن پایتخت اونها رو که نینوا بود با آتیش کشیدن و خودشون حاکم بلا جهان و بین و شدن که تا حدود 500 قبل از میلادی بابلی ها حکومت کردند. و پادشاه بزرگی مثل نبوکت نصر از و بلچسره از پادشاهان مهم بابلی ها هستن بعد ها می دونیم که در قسمت شرقی تر امپراتوری بابل یک کشوری به وجود، یک امپراتوری به وجود اومد به اسم پارس ها که در از امپراتوری هخامنشیان بودن و کوروش اولین امپراتور این سلسله پادشاهی بود و با, لید با و جنگ های زیادی رو کرد کشور لیدیه رو فتح کرد بعدها بابل رو به تصرف خودش در آورد و تنها امپراتوری بود که حوزه امپراتوریش از شمال آفریقا تا امپراتوری هند رو شامل میشد بزرگترین امپراتوری, بزرگترین امپراتوری جهان بود بله و از 500 قبل از میلاد تا 300 قبل از یعنی 250 تا 300 سال بر جهان حکومت کردند بعد از اونها در قسمت شرقی اروپای امروزی یک امپراتوری دیگه به وجود اومد به, به, به نام یونان که ما میدونیم که اسکندر یک جوان مقدونی بود که جهان میکنه و اون هم قسمت بزرگی از جهان رو میگیره از جمله ایران رو ولی خیلی زود میمیره سی و دو سالگی میمیره و امپراتوریش به دو بخش سلوکوس ها در قسمت آسیایی و امپراتوری های آفریقایی تقسیم میشه بطلمیوس ها که خب این دو بخش تقسیم میشن در همین زمان در اروپا یک امپراتوری جوانی به وجود اومد به اسم روم باستان ده. که روم خب بعدها میبینیم که بزرگترین امپراتوری جهان میشه و تنها دشمن و رقیب ساسانیان بودن در ایران ده. که نمیتونه هیچ وقت هیچ کدوم بر همدیگه استیلا پیدا بکنن و از قلب این امپراتوری روم در سال 300 میلادی یک امپراتوری به وجود میاد به اسم امپراتوری مسیحی که بعد از اینکه روم در سال 313 مسیحی میشه این امپراتوری مسیحیت رو میپذیره خب روم به وسیله حکومت های شمالی همیشه تهدید میشد منتها چون خیلی قدرتمند بود حکومت های شمالی رو همیشه سر جای خودش مینشون نشون جرمانیا از سوئد و دانمارک وایکینگ ها رو ولی وقتی که این کم کم ضعیف میشه امپراتوری های شمالی حمله میکنن و روم غربی رو فتح میکنن که در تاریخ به اسم گوت ها معروف هستن گوتیک. و ویزیو گوت ها میرن ایتالیا رو فتح میکنن آسترو گوت ها اسپانیا رو میگیرن نورمن ها و ساکسون ها انگلستان رو میگیرن و فرانک ها فرانسه رو فتح میکنن و کلا امپراتوری های غربی اروپا بیشتر شمالی میشه یعنی که گوت ها میان میگیرن گوتیک یا گوت ها خیلی زود مسیحیت رو به عنوان آین رسمی خودشون میپذیرن و مسیحی میشن در سال 500 تا اون زمان خب هنوز نفوذ امپراتوری یونان و روم خیلی در اروپا واضح بود و اینا خیلی تحت تاثیر فرهنگ رومی و یونانی قرار داشتن در سال 500 برای اولین بار مسیحیت چون قدرت پیدا میکنه و پاپها کم کم قدرت سیاسی پیدا میکنند دستور به بسته شدن مدرسه آتن میدن که خیلی ها شروع قرون وسطا رو از بسته شدن مدرسه آکادمی آتن میگن تا زمانی که خاندان هنردوست و قدرتمند مدیچی در ایتالیا به قدرت میرسن این بازه حدود هزار ساله رو در تاریخ به اسم قرون وسطا ما میشناسیم این خلاصه هفته قبل خب عالی مرسی البته یه سری مسائل رو دیگر هم بله خیلی خوب با کردی و... مشخصه هایی که در قرون وسطا بود بله. یک پارچگی کل اروپا بود تا اونی که اومد بله. و سی میلیون مل... نفر رو یک سوم جمعیت سبوم... اروپا رو بله اینا رو هم اشاره بود. کردیم بهش بله اشاره شد در هر صورت و اگر دوستان عزیز برنامه هفته گذشته رو ندیدید میتونید بر روی فیسبوک همراه با شما و یا یوتیوب تماشا کنید و امشب ادامه اون برنامه رو خواهید دید و به جای جالب و جذابش میرسیم نه؟ بله دقیقا و به فیض خدا که جنگ هم به وجود نخواهد آمد و ما سعی خواهیم کرد که این سوط بله. تفاهمات رو هم حلش کنیم کلوش جان حالا در راستای همین صحبت هایی که فرمودی در مقدمه هفته قبل هم خب معمولا ما در فارسی زبان شیرین فارسی با مثال های بسیار شیرین میگیم خب آفتاب در اومد حالا دلیل آفتاب درسته؟ ده ده. حالا درسته که امپراتوری روم شده مسیحی خب ما میدونیم به خاطر اینکه، امپراتور و بله. بله دقیقا حالا شاید مثلا واقعا از مسیحیت چیزی نمیدونسته بله. می‌وایستی از پدران بپرسه و اونا هم حالا بعضی هاشون ممکنه هر طور که دوست داشتن اینا رو به چرخونن به خاطر اینکه تا اون موقع تحت جفا بودن حالا بله. یهو یه رسیدن به اون سلطنت و به تخت و صندلی خیلی مهمی آره بله. راحت بودن پس ما می‌بینیم که خب یکی از دلایل آمیخته شدن سیاسته اصولا کشوری و کشورداری با مذهب آمیختگی پیدا میکنه بله. حالا یکی خب شاید دلیلش این بود که بالاخره چون که امپراتور و کشور و افرادی که زینف مسائل سیاسی بودن برابط که ما میگیم کشور امپراتور سیاست دیگه بله بله. آیا دلایل دیگه ای هم داشت که مسیحیت کم 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 اون از سیاست آره از اون پیام پیام صلحش که بود که هیچ سیاستی درش نبود واقعا ولی خب به هر حال برد. ما میدونیم که در دنیای زندگی میکنیم بدون سیاست نمیشه زندگی کرد برد. چه دلایل دیگه ای هستش که وارد این سیاست ها شد اولین دلیلش من به نظرم وجود مسیحیت در یک بستر سیاسی بود همونطور که اشاره کردیم ببینید مسیحیت در خب پولس میدونیم که شاگردای عیسی مسیح تعدادشون بر ما تدی و توما کسایی بودن که به شرق کره زمین رفتن یعنی مسیحیت رو ما یه برنامه مسیحیت در ایران داشتیم در دو قسمت میدونیم که اینا امپراتوری این میدونیم که مسیحیت رو به شرق کره زمین بردن و حتی تا چین و هند هم ما ردپاهای مسیحیت رو میبینیم ولی بخش اصلی کتاب مقدس و کتاب اعمال رسولان تا نامه ها و رسال های پولوس مربوط به مسیحیت غرب هستش مم. و اولین امپراتوری جهانی که مسیحیت رو رسما دین خودش اعلام کرد امپراتوری رومه مم. روم یک کشور کاملا سیاسی بود مم. یعنی میدونیم که جزء معدود کشورهایی بود که مسئله لیبرالیزه یا مردم حک... سالاری رو از یونان به ارث برده بود ولی خب امپراتورا بودن که در از حرف اول و آخر رو میزدن خب امپراتورای قدرتمندی هم مثل آگوستوس بودن آه. مثل تیبریوس بودن و نیرون که خب قبل از مسیحیت جفای خیلی زیادی کرد پس اصولا مسیحیت در یک بستر سیاسی بود که رشد پیدا کرد همونطور که شما گفتین جهانبینی مسیحی جهانبینی سیاسی نیست ببینید شما من ما حالا من اشاره میکنم حتما دوستای مسلمان این حرف رو قبول دارن که تشکیل حکومت اسلامی جز فرایز دین اسلام است یعنی پیامبر اسلام خیلی به این مسئله تاکید داشتن که ما باید یک حکومت اسلامی تشکیل با. بدیم و این کارو کردن خب کشورهای زیادی رو فتح کردن حالا با زور و قدرت و جنگ های مختلف و حکومت مس... اسلامی رو تشکیل دادن ولی این در جهان بینی مسیحی وجود نداره ببینید شما زندگی عیسی مسیح رو وقتی نگاه میکنیم هدف مسیح تشکیل حکومت زمینی نبود بلکه پادشاهی خدا رو بر روی زمین آورد مسیح در بهترین شرایطی که میتونست خودش رو پادشاه اعلام کنه و همه مردم اورشلیم پشتش بودن و میتونست قیام بکنه و احتمال زیادم موفق میشد از لحاظ سیاسی ولی چیکار کرد اومد رفت روی صلیب یعنی خودش رو قربانی و فدیه بشر کرد هم. که این مسئله سیاست رو جور دیگه ای به مردم نشون بده مسیحیت 300 سال با سیاست قاطی نشد ما میدونیم جفاهای زیادی دیده شد کشته شدن برد. شکنجه شدن به بدترین نحوی اینها رو کشتن من کتابی میخوندم در مورد جفاهای مسیح که واقعا دلم ریش شد که چجوری اینها رو میکشتن و اینا با چه قدرت ایمانی جلوی این همه جفا وایسادن نهایتا آگوستوس نهایتا کنستانتین امپراتور روم خب همونطور که شما گفتین شاید قلب مسیحیت رو درک نکرد ولی فهمید که امپراتوریش داره دو بخش میشه ام. یعنی فهمید که مسیحیات دیگه نمیتونه جلوشون رو بگیره و دارن کشور رو فتح میکنن حالا ما تو تاریخ میخونیم که داشته به جنگ با مسیحا میرفته توی ابرها صلیب عیسی مسیح رو میبینه شاید این داستان باشه ما نمیدونیم واقعا واقعیت داره یا نه ولی میدونیم که به زانو در میاد و مسیحی میشه به هر عنوان اسم این امپراتوری یک امپراتوری مسیحیه مهم. حالا شما ببینید که مثل یک بدنیه که لباس جدیدی به تنش کردن بدن همونه مهم. یعنی بدنه امپراتوری روم همون بدنه سیاسی بوده که حالا یک لباس جدید به اسم مسیحیت به تنش کردن مهم. درسته که مسیحیت با زندگی مردم بوده با قلب مردم بوده ولی ما در مورد حکومت وقتی صحبت میکنیم برگرفته شده از همون سیاست هزار ساله امپراتوری روم بوده که در دنبالش این بوده پس اصولا امپراتوری روم چون مسیحی بوده چون سیاسی بوده و مسیحیت رو میپوشه بنابراین مسیحیت خود به خود شکل سیاسی پیدا میکنه کورش جان ببخشید صحبتت یادت نره اما آیا این منصفانه که ما همه اشتباهات رو بندازیم گردن امپراتوری روم خب ما هفته گذشته هم اشاره کردیم بله شما درست میگی توی بینش مسیحی چنین چیزی وجود نداره بس. اما پاپ ها و یا شاید افراد مسیحی بودن که شایسته نبودن برای بله. این بله. مقام و خب بله. همونطور که شما گفتین مدت ها شاید در حتی فقر و اینکه نه اینکه فقر به خاطر اینکه حالا فقیر بودن به خاطر اینکه شاید دیدگاهشون این بود که حالا دنیا رو قبول نداشتن، زر و زیور دنیا رو نمیخواستن و بیشتر به آخر، آخرتشون دست. فکر میکردن ولی حالا به جای رسیدن که یه مقدار ثروتمند شدن، مقام به دست آوردن و خب همین باعث شد که خودشون رو گم کنن بله. و یا اینکه اشتباهاتی بله. رو انجام بدن. حرف شما درسته. من قبول دارم که همیشه در هر دین و مذهبی افرادی هستند که قدرت طلبن، سودجو هستن و میان و اسم یک مذهب رو خراب میکنم ولی بهترین چیزی که ما میتونیم بهش استناد بکنیم قانون اساسی هر دینه هم. که این قانون اساسی کتاب مذهبی یا کتاب مقدس اون دین هستش بس. شما اگر کتاب مقدس مسیحیان رو بررسی کنید خصوصا عهد جدید انجیل رو هیچ جایی شما نمیبینین که دستور به تشکیل حکومت مسیحی داده باشه بنابراین وقتی که ما داریم صحبت از یک دین میکنیم کاری به افراد حالا فاسدی که تو اون حالا به اسم اون دین اومدن امروز هم خیلی از کیشیش ها هستن که کارهایی میکنن که واقعا مسیحی ولی ما نباید یک دین رو بر اساس افراد اون مقایسه بکنیم مهم. و محک بزنیم مهم. بهترین راه محک هر دین بنیانگذار اون و کتاب مقدس اون هستش شما بنیانگذار مسیحیت که هفت واقعا یعنی هیچ حتی دوست و دشمن به پاک بودن و منحصر به فرد بودن عیسی مسیح از آن دارن و کتاب مقدس رو اگه شما عهد جدید انجیل رو بررسی بکنید میبینین که واقعا این مسئله فساد یه چیز بشری بود که وارد سیاست قرون بستا شد ولی این در مورد ادیان دیگه جایی خود سوال داره شما در کتاب های دیگه میبینین که به جنگ توصیه شده به باید. کشورگوشایی توصیه شده ام. به خیلی از کارهایی که موجه گفته ام. میشه توصیه شده در کتابشون بنابراین در مسیحیت که ما داریم اشاره میکنیم بهش شما هیچ جایی رو نمیتونین ببینین که ما بتونیم بگیم که کتاب مقدس داره چیزی رو میگه که ما میتونیم حتی تفسیر سودجویانه ازش بکنیم در تمام رسالات پولست در تمام چهار انجیل، در رساله‌هایی که پتروس، یوحنا، یعقوب، یهودا نوشتن شما نمی‌تونین جایی رو پیدا بکنین که بگین که خب اینجا مثلا میشه ازش این تعبیر حالا مثلا جهانی رو کرد یا مثلا حکومتی رو کرد یا سیاسی رو کرد البته این در عهد جدید هست در عهد عتیق اگر شما نگاه بکنین ممکنه بلد. یه سری آفرد. چیزا رو ببینی بلد. بلد. که حالا همون کشور گشایی میشه اسمش رو یا این که حملاتی بله. که شاید حتی اسرائیلی ها انجام میدادن به جاهای دیگه مناطق دیگه های دیگه بله. و خب خیلی ها هم بله موجه شاید مثالی. خیلی ها به اون, به اون مسئله بیشتر میپرداختن من یه مثالی برای شما میزنم حرف درسته این فرض که من با بردم میلتن یه قراردادی رو امضا میکنم که تو این قرارداد بنا زمان سن بردم و شرایط موقعیتی ایشون من یک سری مفاد رو توی این قرارداد میارم چندین سال میگذره هم بردم بزرگتر میشن هم من بزرگتر میشم یک قرارداد جدیدی رو با ایشون میبندم اه. اگر شما به عنوان یک شخص سالس بخوای بیای بین من و ایشون قضاوت بکنین به کدوم یکی این دوتا استناد میکنی؟ اه. به قراردادی که به زمان حال نزدیکتره به بلوغ فکری و ذهنی و موقعیت ما نزدیکتر یا اون چیزی که قبلا بوده ام. درسته که اون از بین نرفته ولی کامل شده عیسی مسیح هم خودش در اناجیل میگه من آمدم تا کلام خدا رو کامل ام. کنم ام. بنابراین چیزی که در مورد عهد جدید و عتیق اینجا میشه گفت که خیلی خدا شما قشنگ بهش اشاره کردی درسته که عهد عتیق چیزایی رو میگه که برای اون موقع برای مردمی که در اسرائیل زندگی ام. میکن، با اون شرایط خاص باید اینجوری بود و اون شرط خاص بود ولی وقتی که ما در مورد کشورهای اسلامی صحبت میکنیم لازم نبود که مثلا عربستان بیاد به ایران حمله کنه بعد بره به شام حمله کنه بعد بره به, اورشلیم اس... حمله کنه بیاد آفریقا رو بگیره اینا چیزی نبود که لازمش باشه اگر سرزمین اسرائیل رو, م... اسرائیل رو مجبور شدن به جنگن چرا چون اختلاط نژادی به وجود می اومد و برای دفاع از حیثیت و هویت خودشون در یک جایی که همه اطرافیا بوت پس بودن باید گاهی میجنگیدن. ولی این در مورد جنگ هایی که در کشورهای رو اسلامی رخ داد کاملا متفاوته بمبارد. یعنی در اصل اینا بودن که رفتن برای تشکیل حکومت بمبارد. اسلامی که در قرآن اومده و این جزء اساس اسلام هستش و هیچ جای بحثی هم نیست انتقادی هم نیست و نبایدم هم یادمون بره کروشان که به هر حال جنگ ها رو ما میتونیم یکی برای فتح و فتوحات انجام بگیریم بله. یه جنگ هم هست که شما باید دفاع, دفاع, دفاع کنید شما باید دفاع کنید وگرنه به حال همه چیز از بین میره اما در رابطه با صحبتی که سلی عزیز داشتن در عهد عط عتیق و خب میبینیم استرالیا هم درگیر جنگ ها بودن بعضی بله. در اونام فکر فتوحاتی داشتن ولی یادمون باشه که خدا هیچ وقت نمیخواست که اسرائیل پادشاه داشته باشه اولین پادشاه شاول با... بود و خود خدا رسما داره میگه میگه که شما نمیدونید پادشاهان کیان چه کار خواهند کرد به سر شما چه چیزهایی رو از شما جزیه خواهند بلد، بلد مالیات با خواهند به چه چیزهایی من میخواست بگه که من پادشاه شما هستم ولی حالا که میخواهید پادشاه داشته باشید بفرمایید و هم و وارد سیاست بشید در اصل و عواقب بشم بگیرید پس زن شما میبینیم که واقعیت کلام خودم طوری که شما استناد میکنید بر اون کلام مسیح مخصوصا کشورگوشایی و غیره نبوده یعنی ما در اصل قوت و قدرتمون در بشارت رساندن انجیل خداوند مونی سای مسیح بوده نه با توفنگ نه با شمشیر, شمشیر، نه با هیچ و خود مسیح فرمود که اگر پادشاهی من از این زمین بود پیروان من می و شمشیر داشتن ولی من پادشاهیم از این جهان, جهان بسیار زیبا دقیقا اینم بسیار عالی خب پس ما می‌بینیم که در قرون وسطی این اتفاقات رو بله درسته دقیقا. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم دوستان عزیز شما هم همچنان میتونید در رابطه با این موضوع فکر کنین و اگر نظر یا سوالی دارید با ما در میان بگذارید با هم یک میان برنامه می‌بینیم و گردیم آیا برقراری ارتباط با برنامه ها برای شما امکان پذیر نیست؟ و یا اینکه برای تماس با برنامه های مورد علاقتون دچار مشکلات متعددی هستید؟ نگران نباشید. از این به بعد شما می توانید به راحتی و بدون هزینه با ما ارتباط برقرار کنید. مهم نیست که در کجا ساکن هستید. هر کجا که باشید به راحتی می توانید با برنامه های زنده همراه با شما در ارتباط مستقیم باشید. در صورت داشتن تلفن های همراه هوشمند، می توانید از طریق اسکایپ، وایبر، واتساپ و همچنین ارسال پیامک با برنامه ما تماس بگیرید. برای ارسال پیامک و یا برقراری ارتباط از طریق وایبر، واتساپ با شماره 2044786 616 46 81 و برای دریافت مشاوره با شماره های 2044 208 638 0539 539 و 2044 203 289 9429 تماس بگیرید. خب بینندگان عزیز شما بیننده برنامه همراه با شما هستید امروز امشب در اصل برای شما عزیزان روز برای ما قسمت دوم جنگ های صلیبی و رفع سو تفاهمات آن رو داریم بررسی میکنیم برادر عزیز ما کروش با پاری خیلی کامل همه چیز رو توضیح دادم مثلا در مقدمه و حالا داریم بحث بحث رو میکشونیم در اصل به طرف علل و مس... مسائل و مطالب سیاسی یه صحبتی که در معمولا بین ایمانداران هستش که خب نظریات مختلفه شخص من مخالفه اون نظریه هستم این هستش که یک ایماندار مسیحی اصلا کاری به سیاست نباید داشته باشه در هیچ امری ولی آیا میشه در دنیای سیاست زندگی کرد و به نحوی با این سیاست ها قاطی نشد یا وارد اون نشد خب ما میدونیم یه سیاستی داریم که میتونه به انحراف بکشونه ما رو سیاستی داریم که میتونه ما رو به دروغگویی بکشونه من صحبت از اونها نمی کنم اما واقعا در زندگی ما به هر حال خود ماها هم در ایمان زندگی ما خانواده ما در برخورد فرهنگ ها اجتماع کشور به هر حال داره یک سیاستی هستیم برای همین هم هستش که من این رو گفتم تا از این طریق بریم برسیم به رفع سو تفاهمات مخصوصا در جنگ های سلیبی خب کروش جان و سالی عزیز شما اگر سوالی چیزی دارید بپرسید یا کروش جان با پری خودشون در رابطه با سیاست که خب ما داشتیم برنامه هایی که در رابطه با مسیحیت و سیاست و اینکه واقعا باید چه جوری در این رابطه عمل کرد آیا یک مسیحی باید خودش رو کاملا بکشه کنار مم. یا اینکه نه مم. هر کدوم از ما ممکنه واقعا مسئول باشیم که بخوایم تغییر و تحولی اقل در جامعه خودمون در کشور خودمون در دنیای خودمون به وجود بیاریم اون یک بحث کاملا جدا هست اما در رابطه با قرون وسطا داریم همچنان صحبت می‌کنیم ولی من فکر قبل از که برسیم به مسئله جنگ‌های صلیبی که موضوع خیلی جنجالی خواهد بود هفته گذشته یه مقدار صحبت کردیم به مشخصات قرون وسطا که من هم اشاره کوتاهی الان کردم به اونها میخوای کوروش جان یه مقدار مفصلتر راجع به این قضیه صحبت کنی هدایتتون میکنه به سمت جنگ های بله خب اروپا در قرون وسطا سر مشخصاتی داشت اولین مشخصش اینه که اولا یک پارچه بود یعنی مسیحیت کاملا مهات بود کاملا مسلط بود و کل کشور اروپایی تقریبا یک کشور واحد رو تشکیل میدادند. درسته که به صورت کشور کشور اداره می شدن ولی فرمانروا و حاکم معمولا قدرتمند این دوره پاپا بودند. که در اصل حتی به پادشاهان هم خیلی وقتا دیکته میکردن اعمال نفوذ میکردن بعضا آدم بدی بودن بعضیاشون هاشون خوبی بودن انسان بودن با تمام مشخصات ولی تو پاپا هم ما واقعا پاپایی که بله. تولد تازه داشتن صلح طلب بودن خیر بودن واقعا کم نداریم من تک تک اونها رو میتونم به اسم بهتون بگم و اینا پاپ بودن که واقعا چهره واقعی مسیحی رو تو اروپا نشون از اون طرف هم داشتیم که خب فاسد بودن فرصت طلب بودن پس مشخصه اول قرون وستا در این دوره این هستش که مسیحیت مسلط و یک کشور واحد با یک دین واحد زبان لاتین به عنوان زبان واحد و یک به قول معروف یگانگی در اروپا برقرار بود دومین مشخصه که در این موقع میتونیم ازش اسم ببریم شایع شدن یک بیماری خیلی وحشتناک به اسم تاون وحشتناک قرون ده یازده هستش که یک سوم جمعیت اروپا رو از بین میبره سی میلیون نفر موقع خیلی جمعیت بود از بین میبره و خسارات واقعا جبران ناپذیری به اروپا میزنه و خب خیلی از مسیحی ها دلیل شایع شدن تا اون رو نافرمانی و گناهکار بودن بشر میدونستن تمبیح تنبیهی میدونستن. میدونستن که از جانب خدا اومده حالا ما کاری به دلایل چیزش نداریم ولی میدونیم که خیلی اروپا رو به زانو در آورد و اذیت کرد و یه مشخصه دیگه اتفاقا چیزی هستش که خیلی از دوستان یه خود با بیانصافی به قرون بست نگاه میکنن و اون هم پیشرفت فرهنگ و هنر در این دوره هست شما بناهایی که مال این دوره هست مخصوصا در معماری خیلی زیبا و چیز هست ما میدونیم که سبک مختلف معماری رو در این موقع داشتیم سبک رومانسک رو داشتیم که برگرفته شده از سبکهای روم باستان بود با پایههای خیلی بلند و قطور و خیلی قدرتمند هنوز آثارش رو در خیلی جای اروپا میتونیم ببینیم بعد از اون از قرن هفتم و هشتم تا سیزدهم سبک گوتیک بود که خیلی در معماری جای خودش رو باز کرد خیلی از کلیساهایی که امروز ما میبینیم تو هر محلی تقریبا یک کلیسای بزرگ هستش اینا همه سبک گوتیک هستن خود وستمینستر ابی کاخ وستمینستر سبک گوتیک هست با پایه‌های خیلی بلند شیشه های خیلی عظیم و ویترای ها و نقاشی زیبایی که داره پس این دوره اون قدم که میگن تاریک نبود درست زندگی یا بد بود خیلی بهداشت در زندگی نبود همون که در شرق هم همین جور بود کشت و کشتا بیداد میکرد گرسنگی فقر قحطی یعنی زندگی شادی نداشتن مردم قرون وسطا ولی خب زنده بودن ایمانشون قوی بود و با خدای خودشون زندگی میکردن تا اینکه اتفاقای بعدی میفته و وارد جنگ های با مسلمانان میشن خب دلایلی که باعث شد که جنگ های صلیبی به وجود اول اینکه یه سوال برای من پیش اومد کوش جان بعضی ها اعتقاد دارن که حتی هنر و معماری اروپا یک جورایی برگرفته شده از پرهنگ و هنر شعبیه. اسلامی اسلامی هست حالا نه شعب. حتی میگن که شیشه کاریشون یا نقاشی هاشون ساختمون سازی هاشون تماما برگرفته شده و تاثیرپذیر پذیر از فرهنگ اسلامی هست با این قضیه چقدر موافق هستی؟ من یکی از زمین های مورد علاقم هنر و تاریخ هنر هستش میتونم با اطمینان زیاد بگم که خیلی با این نظر موافق نیستم درسته که ببینید ما برمیگردیم به ریشه های فرهنگ اسلامی همونطور که شما گفتین خب ما در بدو تشکیل حکومت اسلامی که در عربستان بود ما هنر اسلامی که اصلا نداشتیم چون عرب بادیه نشین که به صورت هنری نداشت جز شعری که به صورت محاوره و به عنوان کلکل با هم دیگه میکردن و در سخنوری خوب بودن عرب ها. اینا خب میان کشورهای بزرگی رو مثل ایران مثل بخشی از امپراتوری روم مثل شام سوریه مصر رو فتح میکنن و تمام فرهنگ و هنری که به کشورهای اسلامی میرسه و بعضا غنی هم بوده برگرفته شده از فرهنگ و هنر کشورهایی بود که اونها رو می گرفتن. پس در اصل بهتره به جایی که بگیم هنر مثلا اسلامی بگیم هنر شرقی که بعدها مسلمون ها از اونها استفاده کردن چون ما هنر اسلامی که نداشتیم در یعنی مجموعه بوده ب... ب... مجموعه از چندین بله. کشور مخصوصا ایران ایران واقعا که از پیشروها توی بله. حالا من اینا رو خیلی سفالگری ایران خیلی پیشرفته بود میناکاری شیشهگری، اینا هنرهایی بود که بله. صد درصد مسلمان ها از ایرانیا یاد گرفتن ولی این تاثیر رو گرفته حالا بله. شاید به نام هنر اسلامی شرقی باشه اسلامی که من فکر خب همونطور که شما گفتین شرقی هست بیشتر چون مخصوصا حالا ما جنگ های صلیبی رو وقتی در نظر بگیریم مسلما توی این اتفاقاتی که میفته همیشه فرهنگ های بله جورای بله با هم داد و سترد میشه هم. و خیلی مسائل با دقیقا. هم مخلوط میشه حتی پس میتونیم این بله. بهش اشاره بکنیم ببینید اصولا کشورهای اروپایی خب یه بکراند فرهنگی داشتن یعنی امپراتوری اگر بخوایم برگردیم به هنره اصلا مادر هنر اصلی یونان باستان مهد هنر بوده در جهان که خب متعلق به کشور اروپایی و بعدا مسیحی میشه ولی قسمتی از این رو جالبه که کشور اسلامی میگیرن یعنی مثلا فلسفه رو ما بعدها فلسفه اسلامی خیلی تحت تاثیر افلاتون و, بعدها قرار داشتن و اینها فوق العاده رو که بعدها وارد فلسفه اسلامی میشه خیلی تحت تاثیر از فلسفه یونان بوده در زمین هنر هم خوب هنر مجسم سازی در کشور یونان فوق العاده پیشرو بوده هنر معماری همینطور مسلما بین این دا داد و ستت بوده مسلما مسیحی در جنگ های صلیبی از خیلی از این هنرها بیشتر من فکر کنم از علم کشورهای اسلامی چون کشورهای اسلامی تو علوم تئوری خیلی پیشرو بودن در ستاره شناسی دمشونده. پزشکی دمشونده. شیمی باده. که موقع به اسم کیمیاگری معروف بوده در خیلی از علوم کشور اسلامی واقعا پیشرو بودند و بتویم بیم کشورهای شرقی واقعا پیشرو بودن امه. ایران ما تو ستاره شناسی از 2500 سال پیش به همراه بابل و مصر جز سه قدرت ستاره شناسی جهان بود بله ها بود بله, و پس اینا مسلما خب بعد از اینکه فتح میشن به وسیله ها خب مسلمانه یه هویتی پیدا میکنن فرهنگ داره فرهنگ میشن و در جنگ های سل... سل... سلی, بین اینها بده بستون میشه در مورد شیشه شما گفتی. اینو بعد نیست بدونیم که بهترین شیشه‌گرهای جهان در شهر ونیز بودن همیشه یعنی شهر ونیز اصلا معروف به شهر شیشهگری و خب ونیز اگه شما توی نقشه نگاه کنید خیلی نزدیک به ترکیه یعنی در یک بخشی از دریای آدریاتیک و دریای مدیترانه قرار داده که خیلی راحت میشه به وسیله کشتی به ترکیه بشه نقل و مکان کرد پس این خیلی بده بوده بینشون و بعد حالا تو جنگ های سلیبی که ونیز یکی از پای... پایه‌های میشه برای جنگ های کشتی که بین قایقرانی که بین کشورهای مسیحی و مسلمان بوده مسلمان این داد و ستت وجود داشته ده 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 ده. ولی نمیشه گفت که اروپایی تحت تاثیر هنر اسلامی بودن الان شما هنر اروپا رو نگاه کنین فرسنگ ها با هنرای شرقی متفاوت حالا بالا و پایینش رو کار ولی متفاوت هستش <سؤال> بله در همین راستا که اتفاقا داد و ستت که فرمودید این همیشه در هر جا نقل و فرهنگی هم حتی اتفاق میافته اگر ما یه مقدارم بریم به تاریخ اون بازار اورشلیم و بازار مکه آه. که خب اون دقیقا که جاده ابریشم در اصل که از جاده هایی بود که اسلام از اونجا اصلا نشت میگیره به وجود میاد شاید خیلی از مردم واقعا اینو ندونن ولی این دو تا بازار خیلی اهمیت داشتن و بازار اول اورشلیم بود و برای همین هم ببینیم م. که قبله اول در اورشلیم بود و خب اینا حرف زیادی داره ولی مکه وقتی که برقرار میشه به عنوان یک بازار دیگه که به هر حال خب در اون قسمت خدیجه و افراد دیگه فکر میکنن که این بازار رو ما داشته باشیم و قدرت رو به دست بگیریم و حمایت بکنیم تاجران چینی رو که ابریشم رو می آوردن اه. تحت قانت قرار نگیرن حالا منظورم چیه؟ خب طبیعتا یهودی ها شروع کردن آمدن به مکه به خاطر بردن کالا و غیره و مخصوصا ابریشم خیلی در اون موقع برای رومی ها خیلی خیلی اهمیت داشت ارغوان خیلی خیلی بود مثلا شنل رومی خب ما می‌بینیم در این داد و ستت ها خب ها رفت مذاهب, بله، مذاهب داد و ستت, ستت, ستت شد و همینطوری زبانها داد و ستت بله، شد بله. همین داد و ستت هاست که برال یه چیزهای خوبی گرفته میشه از اون یه چیزهای بدم گرفته میشه و که شما فرمودی وقت که ما از یک ملیت و ملیت نبود قومیتی مخصوصی صحبت بکنیم که واقعا در هیچی نداشته در یک صحرایی که به جز خالی بودن چیزی نداشته حالا میرسه به یک جایی خب مجبور اون چیزی رو که به نظرش خیلی عجیب میاد و برای خودش فرهنگ قرار بده پس این میتونسته تحت تاثیر قرار بگیره و همونطوری که کوروش عزیز فرمودن خب یکی از زیبایی هایی که متاسفانه نقطه تاریک که مردم فکر میکنن خوشبختانه نبوده ولی متاسفانه فکر میکنن در قرون وسطا این جهش فرهنگی و بر حال نماد بله. زیبایی از هنرها و غیره بوده که بله در فتوحات کشورهای مسیحی غیره به زور اینها اتفاقا تاثیرگذار بوده در اون وقت من خواستم فقط تاکید بکنم بله بله. بر این اینکه هیچ حرفی درش نیست که واقعا خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میگیره حتی مذاهب تحت تاثیر قرار بله. میگیرن بسیار متین و درست بود بله خب کروش جان در رابطه <applause> با جنگ های صلیبی اول از هر چیز میخوام بدونم که چرا این نام رو گرفت <applause> و دوم اینکه به چه دلایلی این جنگ ها به وجود بله. اومد و سوم خب... جان شما چه نقشی در اون داشتید خب جنگ های صلیبی اسمشون رو از خب صلیب یا کشورهای مسیحی گرفتن یعنی خب صلیب نماد مسیحیان بود همونطور که هلال ماه نماد مسلمان ها بود ده. و این اسم حالا اتفاقی صلیبی شد میتونست جنگ هلالی مثلا بشه ده. ولی شاید با مصممتر بود که همون کروسیفاید یا جنگ های صلیبی بهشون میگن همیشه در تاریخ هم به همین نام هستش ارزم به حضورتون که اولین باری بود که مسلمان ها و مسیحی ها اولین بار به طور جدی و خالص رو در روی هم قرار می گرفتن خب ما میدونیم که در قرن شیشم در کشور عربستان فردی به دنیا اومد که بعدها خب پیانبر اسلام نامیده شد و کشورهایی رو به تصرف جهانبینی و عقیده خودش در آورد و کشورهای زیادی رو فتح کرد و بخش بزرگی از کشورهای شرقی رو به تصرف امپراتوری کشورهای اسلامی در آورد خب موقع ایران و روم انقدر با هم دیگه در حدود 170 سال جنگیده بودن که هر دوتا خسته و از نفس در اومده بودن و وقتی که یک امپراتوری نوپا هر چند بدون هویت ملی به کشور ایران حمله کردن از پا در اومدن و واقعا خیلی راحت در دو جنگ قادسی و نهاوند ایران رو به تصرف در آوردن خب در بعد ورودشون ما میدونیم که با یک کشوری مواجه شدن که اصلا با اون دیدگاهشون نسبت به کشور تفاوت داشت کاخهای رو دیدن جاهای آبادی رو دیدن خب اینا واقعا در بادیه ها در صحراها زندگی میکردن ندیده بودن و فکر کردن بهشت واقعا اینجاست و اینها خب کشورها رو فتح کردن ایرانی ها مسلمون شدن افغانی ها بعد از اون آسیای میانه بعد از اونها بعد به امپراتوری های غربی تر اومدن سوریه رو گرفتن بخشی از شمال آفریقا رو گرفتن و خیلی امپراتوری وسیع رو تشکیل دادن حتی در قرن نهم اومدن و با کشتی مثلا از مراکش اسپانیا رو فتح کردن و قسمتی از یعنی دو سوم اسپانیا رو به تصرف خودشون در آوردن که هنوز هم خیلی از بناهای اسلامی در اسپانیا هست مثل کاخ معروف الحمرا که جز زیباترین بناهای اسپانیایی هست خب در اسپانیا نتونستم فرهنگی رو به وجود بیارن به اسم فرهنگ اسلامی بعد از 250 سال از اسپانیا رونده شدن و شکست خوردن و تنها بخشی از اروپا رو که اروپای مرکزی رو که دست گرفته بودن از دست دادن ولی مسیحی ها در این زمان خب دنبال این بودن که ممالکی رو که از دست داده بودن هم. واقعا امپراتوری روم و امپراتوری مسیح بخش بزرگی از تصرفات خودش رو از دست داده بود هم. و به این فکر افتادن که کم کم بیان و اینها رو دوباره احیا بکنن ام. خب اون موقع میدونیم که قدرتمندترین کشور مسیحی امپراتوری بیزانس بود بره. در کشور ترکیه امروزی ام. جالبه که این انقدر به مسلمون ها نزدیک بود که به قول معروف در قلب کشور و اسلامی ام. یک امپراتوری گسترده و قدرتمند مسیحی وجود داشت که مسلمون ها بر اون تسلا پیدا بکنن و این امپراتوری اسمش بیزانس یا امپراتوری روم شرقی بود خب روم غربی به دست گوتا فرد شد باید. که مسیحی میشن و کشورهای اروپای مرکزی رو تشکیل میدن بیزانس خیلی نزدیک بود و بیزانس 700 سال صدی شد که مسلمان نتونن به اروپا رسوخ کنن باید. از بالاش تونستن بعضی از کشورهای اروپای شرقی رو مثل بسنی مثل خیلی از کشورهای هستن که الان کوزوو اینا رو تونستن بگیرن ولی بیشتر از اون نتونستن بیان خب حتی به روسیه هم نتونستن دسترسی پیدا مستقر شدن یعنی جاشون دیگه معلوم شد باید. که این بخش دیگه امپراتوری اسلامی اینجا امپراتوری مسیحی هستش و اینا هم مرز هم بودن خب بینشون داد و ستت های اقتصادی بود داد و ستت های مذهبی بود همونطور که شما گفتین باید. ولی یه جورایی هم به همدیگه چنگ و دندون هر از گاهی نشون میدادن چون با همدیگه زمین تا آسمون جهان بینیشون فرق داشت مسیحی ها مسلمون ها رو کافر میدونستند و مسلمون ها مسیحی ها رو مشرک و اینا با همدیگه همش در حال به قول معروف جنگ های لفظی بودن. جنگ سرد داشت جنگ سرد بله تا اینکه در سال 1101 یک اتفاقی میافته و این بهانه میشه که مسیحی ها یا ها به بیداری بیان و بخوان که اورشلیم رو بگیرن خب اورشلیم میدونیم که قلب امپراتوری مسیحی بوده در است عیسی مسیح اونجا به دنیا اومده بود میدونیم که در اصل اورشلیم مقدس ترین سرزمین برای مسیحی ها بود و اینا دنبال یک بهانه بودن که به هر حال این کشور رو دوباره بگیرن در سال 1010 یک کلیسای خیلی بزرگ در شهر قاهره وجود داشت به اسم کلیسای آخرت یا قیامت که این کلیسا رو حالا دلایل مشخصی نداشت ولی مسلمان ها معمولا خیلی به مقدسات مسیحی توهین علنی نمی کردن. یعنی بناهاش ما حتی در بله. ایران هم دیدیم به نوعی احترام میذاشتن چون به هر حال مسیحیت رو یکی از ادیان آسمانی می ولی حالا بنا به دلایلی که نتونستم من برسیش رو پیدا بکنم یک کلیسا رو در قاهره از بین میبرن و این خیلی هیاهو به پا میکنه در کشورهای مسیحی مسیح بوده بله. 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 دنبال بهانه بله. میگشتن بله. که برن و دوباره اورشلیم رو فتح کنن و این اولین بهانه رو به دست میده دومین دلیلی که ما میتونیم تا قبل از که دومین دلیل رو بیان کنیم بله. امکان کن کن بد نباشه یه استراحت کوتاه داشته بله. باشیم دوستان عزیز با ما باشید عزیزان بیننده همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع قرون بستا و سوء تفاهمات آن و رسیدیم به جنگ های سلیبی همچنان وقت دارید اگر شما هم سوالی دارید نظری دارید و یا پیشنهادی دارید دوست داریم که بشنویم درخواست دعا رو فراموش نکنید اگر برای موضوع خاصی میخواین براتون دعا بشه حتما در طول برنامه که حدودا فکر میکنم 20 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارین درخواست های دعاتون رو بفرستین که در آخر برنامه ما وقت داشته باشیم که برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود خب م... کوروش جان نکته اول رو که شما بیان کردی در رابطه با اینکه مسیحیان شاید دنبال بهانه‌ای بودن که بخوان برن اورشلیم رو بگیرن از مسلمون ها آیا این به این دلیل نبود که خب ما میدونیم که اورشلیم همونطور که شما اشاره کردی همیشه یک سرزمین مقدس بوده برای مسیحیان آیا این به این دلیل نبود که زمانی پیش اومد که چون زمانی پیش اومد که مسیحیان زم... به اورشلیم میرفتن و یه مقدار حالا اذیت ها و یا بی احترامی های از طرف مسلمان ها به اونها میشد و زمانی حتی پیش اومد که یه مقدار ممنوعیت ها برای مسیحیان پیش اومد که نمیتونستن برن اونجا و حالا زیارت کنن و به اون سرزمینی که در صورت مقدس میدونستن و همین باعث شد که یه مقدار اونها رو به فکر واداره و خب پاپ بود که اگه اشتباه نکنم پاپ اورین, اورین دوم بود که مسیحیان رو برانگیخت و به اونها فتوای جنگ رو داد خب ببین سالی جان صحبت که میکنی درسته ببین مسیحی ها خیلی ناراحت بودن که مقدسترین بخش کشورهای مسیحی دست مسلمان هست. و اینو واگذار کرده بودن یعنی تا سال 700 که اورشلیم فتح میشه به وسیله ها خب این بخشی از امپراتوری مسیحی بود و 300 سال دست مسلمونا بود خب اینها مسلما محدودیت هایی داشتن برای عباداتشون تعداد زیاد نمیتونستن به زیارت برن تعداد خیلی زیادی نمیتونستن اونجا مثلا برن برای فرایزه مذهبیشون خب این یه مقدار همیشه پیام های بدی میرسید از جنایاتی که ممکن بود بشه ظلم هایی که ممکن بود بهشون بشه این همیشه به عنوان یک نکته ای که واقعا مسیحی ها رو به جوش می آورد همیشه توشون بود ولی اون انسجام رو برای جنگ هنوز نداشتن احتیاج به یه انگیزه داشتن احتیاج به یک رهبری داشتن پول زیاد نفرات زیاد که این بهانه و این مسائل در سال 1095 جور شد یعنی بعد از اینکه خب اون کلیسا تخریب شد ما میدونیم که اولین به شورش به وجود اومد یه چیز دیگه هم که اون موقع خیلی مهم بود اینه که ببین امپراتوری بیزانس خیلی قدرتمند بود و مسلمان به هیچ عنوان نمیتونستن بهش نفوذ پیدا کنن ولی از قرن یازده هم کم کم مم. این امپراتوری ضعیف شده بود مشکلات مالی پیدا کرده بود جمعیتش کم شده بود از هر طرف مورد حمله قرار گرفته بود و این به قول معروف دیوار دفاعی داشت ضعیف میشد و مسیحی ها و اروپایی ها اساس خطر میکردن چون اگر این دیوار میریخت سیل جمعیت مسلمونا بود که به اروپا سرازیر میشد و این یه مقدار گفتم ما پس پیش دستی کنیم نذاریم تا این دیوار دفاعی از بین نرفته ما بیایم و به قول معروف بریم و حمله بکنیم و بگیریم کشورهایی رو که میخوایم پس دلیل دیگه هم که بودیم بود که این امپراتوری بیزانس یا روم شرقی مقدار ضعیف شده بود و این یه مقدار مسیحی ها رو نگران کرده بود و موفق شدن اورشلیم رو بگیرن و به مدت 85 سال بله دست که حالا تو جنگ اول اینو مفصل توضیح میدم ام. خب اورشلیم رو میگیرن ولی دلایلش اگه بررسی کنیم اینها بود و چیز دیگه هم که این بود واقعا اروپایی‌ها یه مقدار هم دوست داشتن که اون کشورایی رو که دادن دوباره پس بگیرن <applause> یعنی این خیلی درشون یه حالت جاه طلبی، یه حالت به هر حال داده بودن 300 سال دست مسلمان. حالا می‌خوام پس بگیرم. من فکر می‌کنم برای هر کشوری همینطوری هستش همین الانم بله. مگه مثلا به خاطر یک جنگی باشه، قسمتی از کشور رو بردارن. به هر حال در اون فکر خواهم بود که بله. یک روزی به هر حال بتونن اون رو باز دوباره ببرن. بله برگرد. همین الان جزایر ایران خدا رو شکر حالا قدرت مرکز ایران بله. لا از این جهت قویه. بله. سال 1775 بله. اون جزیره ها رو که داده هنوز که امروزه دبی یا قطر سرش به محض اینکه اگه ایران ضعیف من مطمئنم اونا رو بله کشوری که یه بخشی از کشور دیگه رو گرفته یه مقدار همیشه این تو ذهنشون هستش نه. این باعث شد که ما چون چهار جنگ بزرگ صلیبی رخ داد خب یکی دو تا از اونا رو اولا مسیحی ها بردن ولی در نهایت غلبه با مسلمونا بود جنگ اول موقعی رخ داد که سال 1095 تا 1099 بود و دو تا پاپ در این زمان حکومت میکردن پاپ اورئون اول و پاپ سیکستوس سوم این دوتا پاپ خیلی پاپ هایی بودن که خیلی دوست داشتن که امپراتوری مسیح گسترش پیدا بکنه کاری که میکنن اینه که شروع میکنن به جمعوری نیروها یک اتحاد خیلی جالبی بین دو تا قدرت اروپایی یعنی انگلستان و فرانسه به وجود میاد این دو تا کشور متحد میشن ایتالیا هم به اینها ملحق میشه کشورهای شمالی جرمانیا تو موقع آلمان نبوده دانمارک سوئد اینا یه چیز در حدود 250 هزار نفر نیرو جمع میکنن روی در حدود 1500 کشتی دریایی و اینها از دریای مدیترانه حمله میکنن به سرزمین های حالا اون موقع ترک های سلجوقی توی باید. کار بودن و خیلی پیش میرن حتی بعد از چند ماه اورشلیم رو میگیرن و این یک فتح خیلی بزرگ برای مسیحی بود خبر خوش پخش میشه در تمام کشورهای مسیحی این خبر خوب رو میدن که سرزمین مقدس از دست کفار در اومد این جمله معروفی بود که در اون موقع بود و به مدت 85 سال همونطور که گفتی دیگه در دست مسیحا بود با خیلی راحت عبادت میکردن کاراش رو میز کردن کلیساهایی ساختن حتی مسجد بیت المقدس رو یک کلیسای خیلی بزرگ میسازن و خیلی شروع میکنن به مستحکم کردن قدرت خودشون در اولین جنگ صلیبی پس در اولین جنگ به طور قاطع پیروز میشن و هدفشون که فتح اورشلیم بود رو به دست مرسی میارن باید. مرسی, بروشان. یه تلفن داریم سلام بر شما دوست عزیز سلام شما رخت مسی مرسی،, مرسی ممنون بفرمایید خواهش می‌کنم ببخشید من محمد رضا هستم از ایران تماس خیلی هم مزاحم چون برنامه‌تون دوست دارم تماشا می‌کنم موضوع برنامه جوریه هی سوالی برام پیش میاد بپرسن اینا خواهش می‌کنم اول تشکر کنم از آ... برادر کورش که خیلی خوب توضیح میدن اول اون اول که توضیح دادن من اصلا بودن حال هوای هم قبل از میلاد من به با اون زندگی کردم واقعا لذت می‌برم از توضیحشون من به اون عالم قرار گرفتم ولی یه سوال دارم شما که این کلوش گفتن که مثلا مسلمان ها مثلا انجیل نگفته حتی کشه گشاه کنی حکومت قرآن هم به همین نهره حالا بعضی به نام قرآن میان حکومت میزه حتی در قرآن شما آیه پیدا نمی که بگه در مردم حکومت کن این واقعا این اشتباه باید مثلا قرآن

باید خواستم تشکر کنم این هم بگم اینایی ای که از اصلا قیامبر اسلام در زمانگوری جهانگوشایی نکرده اینا بعد از قیامبر شروع شده کسانی که از قرآن عمل الان هم شما تو جهان حکومت اسلامی خالص دیلا نمی ایران اسمش اسلامیه ولی گر عمل بیا تو شروع این اسلامی نیست و از قرآن تره چیزایی چیزهای آمیسته با کلام قرآن اینطور این دست حکومت خالص اسلامی حساب نمیشه من نباید من واقعا شایدن علاقه به قرآن دارم و انجیل دارم و کلام خودم باید ممنون تشکر محمد رضا جان از تماسی که گرفتین. نه شما مزاحم نیستین. خوشحال میشیم که اگر صحبتی نظر دارید، نظری دارید، سوالی دارید بشنویم و این برنامه برای شما دوست عزیز هست. درست. خب در رابطه با صحبت محمد رزاد. البته اصلا نمیخوام این خب ببینید حتی من اعتقاد دارم که و فهم می که علمای اسلامی هم به این چیز هستند. که اینی که حالا در قرآن من سعی میکنم پیدا کنم آیاتشو شایدم این در شاید احکام هستش یا در جایی هستش که بزرگای مسلمون گفتن ولی از اینکه تشکیل حکومت اسلامی که از واجبات هست من هیچ شکی ندارم و اینم نقطه بدی نمیدونم به هر حال کشورهای اسلامی الان ما به اسم کشورهای اسلامی و کشورهای مسیحی نمیگن هیچ وقت و حتی در کشوری مثل عربستان که خب اسلام اصلا از اونجا به وجود اومده خب حکومت اسلامی داریم بنابراین حالا من اینو اصلا به عنوان نقطه بد یا نقطه منفی نمیدونم این چیزی هستش که تفاوت بین اسلام و مسیحیت ما در مسیحیت به جور دیگه ای به جهان نگاه میکنیم خب دوستای از مسلمانمون هم جور دیگه و اینو من اصلا به هر حال بخشی از دین اسلام یعنی بیشتر هستش بیشتر کشورگشایی از طریق نیرو و قدرت مذهبی بله. انجام خب... گرفته یعنی بیشتر این, این تاریخ میگه این تاریخ... کار شده برد. حالا به هر حال ایران رو به وسیله اون دو جنگ فتح شد کشورهای دیگه مثل سوریه، مصر، لیبی، الجزایر، برها حتی اسپانیا خب اینها با جنگهایی رخ داد. حتی در زمان خود پیانبر هم جنگهای اوهود، بعد خندق، خیبر، تبوک، هنن، جنگهای خیلی زیادی حتی در زمان خود پیانبر اسلام هم بوده. پس حالا ما کاری به این نداریم این به هر حال جزی از دین اسلام هست بس. حتی جز فروع دین ما جهاد داریم که بس. خب یعنی همون جایی جه... من اینو مقایسه نمی کنم و اصلا قسمم هم هیچ انتقادی نیستش این تفاوت این دو دین هست یه مورد دیگه هم هست حتی نوع دید و معنایی رو که برای جنگ های سلیبی کشورهای گروه... م... اسلامی در نظر داشتن گروه اسلامی در نظر داشتن با مسیحیان متفاوت بود مسیحیان برست. اعتقاد داشتن که این جنگ ها جنگ های مقدسی هست ولی مسلمان ها اعتقاد بر کشورگشایی داشتن و این, و این جنگ ها رو در واقع نیت و نظرشون بر اساس کشورگشایی بود ولی خب همونطور که کروشان گفتن ما داریم فقط تاریخ رو بیان می و بر اساس سندیات هست و کتاب ها رو اصلا مسئله مقایسه نیست بله. یا بخوایم بگیم که فلان مذهب بد هست یا خوب هست اصلا بله. بر این اساس نیست و خب انتخاب با خود ما بله. هست با هر کدوم از ما و بینندگان عزیز اما ام... کرجان رسیدیم به من منبع رو هم بعد این سال جان. من بیشتر اینها رو از کتاب تاریخ تمدن جل پنجم و ششم بله. که در خود ایران هم اتفاقا چاپ میشه و من خب از یه حتی ترجمه یه در کشور خودمون هم اون چاپ میشه اینا رو گفتم بله بله بل, یعنی منبعمون هم منبعی هستش که در خود ایران پخش شده و چیزی رو از خودمون نمیگی کل جان اینجا برای سال جان یه سوالی که برای من پیش اومد که شما فرمودید در فرمایشاتون که خب ما میدونیم اورشلیم برای مسیحیان خیلی مهم بود و برای ازم چیزی که در عهد عتیق بود یعنی در کتاب مقدس و همچنین عیسی مسیح و حضور <تص> خب من سوالم این هستش که اورشلیم اگر برای مسیحیان اینقدر اهمیت داشت حالا از نظر مسئله مذهبی دینی و غیره همین اورشلیم چقدر اهمیت از نظر مذهبی برای اسلام داشت آیا بله. ها ب... یعنی اسلام نه مسلمان ها. بله. اسلام چه دیدی نسبت به اورشلیم بله. خب از دید یک مسلمان همونطور که شما فرمودین اورشلیم قبله, قبله اول مسلمان ها بود و چیزی که هستش اینه که اعتقاد دارن مسلمون ها من اصلا هیچ نه خوب نه انتقادی میکنم نه چیز اعتقاد دارن خب پیامبر اسلام هم از همون نسل فرزندان ابراهیم هست منتها از اسماعیل بنابراین اونها اعتقاد دارن که البته این از از باستان شانسی و تاریخی اشتباهی خیلی بزرگه که کعبه رو هم ابراهیم ساخته که این اصلا چیز نیست چون اصلا ابراهیم تا قلب عربستان اصلا نرفت تا مصر رفت اینو باستان شناسا میگن بنابراین اونها یه جورایی وصل میشن به به هر حال کشور به کشور اسرائیل حالا فلسطین یا اسرائیل و شهر اورشلیم <applause> که خب از زمان داوود به هر حال منبع اصلی الهیات یهودی <applause> رو تشکیل میداد و به نوعی اموزاده های یهودیا ها خودشون رو محسوب میکردن به خاطر اسماعیل و اینکه میدونیم برادر اسحاق بود برادر ناتنی اسحاق بود و خب به نوعی برای اونها هم چون به این اعتقاد داشتن اهمیت خاصی داشت برای مسلمانان مرسی زمان زیادی نداره بله بله سری بریم سر جنگ دوم بین سالهای 1146 تا 1148 در این زمان باز خب اورشلیم دیگه دست مسیحی بود ولی متاسفانه طمع کنند و می میکنن یه خورده به قسمت های غربی تر آسیا هم دسترسی پیدا بکنن ترکیه رو بگیرن بخشی از حتی عراق رو بگیرن که در جنگ دوم خیلی موفق نبودن و در جنگ دوم بود که ما میدونیم که سر جاشون استاده میشن و به قول معروف نگه داشته میشن و نمیتونن کشورهای زیاد رو بگن این جنگ خیلی سریع تموم میشه دو سال فقط بود و هیچ کدوم موفق نمیشن همون جایی که بودن متوقف میشن در سومین جنگ صلیبی بین 1189 تا 1192 سور و ترابلوس و انتاکیه رو که دست مسیحی ها بود این دفعه مسلمون ها میان و حمله میکنن بهش یعنی بخشی از انتاک اینا بیشتر مال سوریه هستش میان و در این جنگ میخوان که اون رو بگیرن اینجا دو تا شخصیت در جنگ صلیبی ظهور پیدا میکنند یکی ریچارد شیردل از کشور انگلستان و صلاح ایوبی به عنوان نماینده مسلمان ها خب صلاح الدین ایوبی آدم خیلی منصفی بود خیلی آدم باهوشی بود دلاور بود و واقعا آدم متدلی بود یعنی ما تو تاریخ حتی در تاریخ کشورهای مسیحی ازش به خوبی یاد میکنیم چون آدم جوان مردی بود از اون طرف ریچارد شیردل هم خیلی جنگاور بود دلاور بود و فوق العاده آدم باشهامتی بود اینجا دیگه جنگ میشه بین عقل و تدبیر این دو نفر و این جنگ چهار پنج سال طول میکشه هیچ کدوم نمیتونن به اون یکی فائق بشن خود های مختلف میزنن گاهی همدیگر رو نمیدونم به وسیله ترفندهای جنگی سعی میکنن شکست بدن جنگ واقعا مغلوبه میشه و در این جنگ بود که نهایتا عدالت و شکیبایی و میانه روی صلاح دین ایوبین و اینن تاریخ تمدن ذکر میکنم بر کاردانی و شجاعت و تدبیر ریچارد شیردل پیروز میشه <applause> یعنی واقعا عدالتی و شکیبایی و میان رویی که صلاح الدین ایوبی از خودش نشون میده فوق العاده آدم صبوری بود <applause> یعنی میذاره که مسیحی ها مثلا میان جلو عقب نشینی میکنه به جاهای مثلا بیابونی و صحرایی میخوردن دوچار کمابی میشدن جنگ رو میباختن بنابراین با بله خیلی آدم فکوری بود سلایدین ایوبی و متاسفانه یا خوشبختانه خیلی از بخش های ام چیز امپراتوری که به دست آورده بودن دوباره به دست مسلمان ها میافته خیلی جای حساسی رسیدی که بینندگان بهتر ببینن این برنامه تلفن داریم بله. برسیم به بیننده اتفرق. عزیز سلام ورز بکنم خدمت شما عزیزان بفرمایید سلام برادر عزیزم از برنامه خیلی ممنونم مچکر و ازتون ممنون که راجب تاریخ دارین صحبت میکنید دیدنی دوست داشتنی هست و ما میتونیم خیلی چیزا از تاریخ یاد بگیریم چون عشد. تاریخ گذشتگان ما هستن و تجربه هایی که به طور کلی گذشتگان ما کردن در سعبرت برای ما هست فقط من یه خود راستش من خداوند قلب من لمس کرده و من قلبمو به خداوند عیسی مسیح دادم شک. و برای خودم خیلی غیر قابل تصور بود فقط ما چرا قد با خودمون تعارف داریم ام. اگر بخوام تاریخ رو مطالعه بکنیم اول ببینیم که اسلام عزیز چه بلای سر مملکت ما آورد دانه. 1500 سال که ما هنوزم که هنوزه داریم این درد و زج و شما باید ایران و بریم ببینیم که حکومت اسلامی و دینی که برادر داره صحبتش میکنه چه بلای سر مردم ما آورده دانه. از دروغ، تزویر، زنا، گناه و نه تنها توی ایران هر تو کشورهای عربی هم بیرین کنید ببینید که تمام از گشنگی دارن میمیرن یا از فس، فس، فساد دارن قخص، فساد قخص شدن و هر مرد عربی مینی پشیش دادن داره و بچه ها گوشن در بچه این بر اون ور داره پس بهتره که یه مقدار ما واقع بینانه برخورد بکنیم و یه مقدار ها رو واقعا به مردم بگیم موقع که ما موقع، که پشت تلویزیون میایم و مسئولیت اینو داریم که حقیقت رو بگیم هم. و واقعا باید نگاه بکنیم و ببینیم که خدا رو شکر که اسلام تا اروپا استوب کرد ساد. و اگر وای نمیستاد الان معلوم نبود که خواهر ما چند تا مرد عرب داشت و, و ما چه بلای سرمون بیشتر از این تمام دنیا سر ملت های مختلف قوم های مختلف میمد و باید خدا رو شروع بکنیم که عیسی مسیح ناصری اومد گناهان ما رو بردوش گرفت و, و تمام این کشورها رو نصف از کشور اروپایی رو دستش گذاشت روش وگرنه اسلام عزیز و دینی و شریعتی تمام دنیا رو گرفته بودن و همینطور که ایران رو زدن لحظه پار کردن و فساد و کسافت کاری رو بودن بقیه کشورها به هم به همین صورت میموند و خدایش رو من میکنم که اسلام تو همونجا جا استوب کرده واسه وگرنه چه بلای سر کشورهای دیگر بله. کشور اروپایی هم میمد و خدا رو خدا میکنم که باید ما واقعا بررسی بکنیم و ببینیم مثلا سر ایران ما چی آوردن بله اومده و ما میدونیم که کوروش داریوش و تمام اقوامی که توی ده، توی, توی انجیل نام برده شده یهوه قبول داشتن و این اسلام عزیز بود که ما رو به این روز بدبختی نشوند و ما از اسلام عزیز خیلی ممنونیم ما با بازت از سر ما ورزن و ملت رو و آزادی نمیدن که ملت حتی یک کلیسا داشته باشد نه تنها کشور ما بلکه نه کشور هم کشورهای عربی مم. از چی میترسن که نمیدن یک کلیسا تو کشورهای عربی باشه تو ترکیه باشه تو کشورهای دیگه باشه بله. ولی موقعی کشور باشر باشر اروپا میان تقاضای کلیسا ها میکنن تقاضا میکنن که مسجداشون بالا بله. بشه سر و سر های اروپایی ها و بقیه مملکت تشکر میکنیم از شما و اینا من فقط اینو میگم قاطیش میکنم ما با چی میگردیم با با, با چی میجنگیم با شیطان اسلام چیه و مسیحیت چیه اگر زمان آخر جنگ انسان و ش... خدا با شیطان هست پس ما میتونیم یه نیروی رو حساب بکنیم که شیطانیه و درو... به روی مسیحیه و تمام دنیا با جنگ و نزا و قلاده و شمشیر میخواد اببه میکنم تمام مسیحیان دنیا درو... و درود بر تمام مس... کشترهای مسیحی که حتی نمیدونن خوش مسیحیم ولی درستای ایسای مسیحی روی تمام اروپا گذاشته شده درود بر که تمام کشورها رو دارن کمک میکنن تمام دارن با, با, همه همانو نیستن نجات میدن دارن کمک میکنن و نه... کشور عربی نیستن کشور اسلامی نیستن تشکر میکنیم از تلفنتون موزن 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 نیستن. و سپاس میگوییم نجات میدن کمک میکنن تو زلزله اینا و ما تعارف با خودمون نداشتیم ما ممنون کافی سرمون کلا گذاشته شده و اندازه کافی دروغ ما گفته شده فقط تاریخ و واقعه شما بله بله, ممنون. تشکر دوست از از میخوام مجبور هستیم که صدای شما قطع کنیم چون وقت کافی نیست و مم. باید ما بحث رو تون. به جای برسونیم بله همونطور که شما فرمودید مسئله تعارف نیست مسئله اینه که ما اینجا نیستیم که بخوایم چیزی رو به زور با کسی به ما اینجا نشستیم که از نظر تاریخی و از نظر کتاب مقدس واقعیات رو بگیم آه. پس انتخاب با افراد هست و هر کسی مطمئنا شما با اختیار و انتخاب خودتون انتخاب کردین و خیلی دلنشین تر خواهد بود تفاوت مسیحیت با ادیان دیگه همین هست که شما از روی عشق علاقه و اختیار خودتون رو انتخاب میکنین پس اصلا موضوع بر این قضیه نیست و گفتم ما قرار نیست که قضاوت کنیم انسان ها خودشون, خودشون میبینن. میبینن متوجه میشن و حقیقت هیچ وقت دقیقا زیر حبونه نمیمونه به قول شما و همیشه حقیقت پیروز میشه بره. پس ایسای مسیح هم همین کار رو کرد واقعیت رو گفت و افرادی بودن انتخاب کردن افرادی بودن که نکردن و خب این دنیا هست در حسرت ممنون از تماستون و تشکر همون وضعیت اروپا و کشور اسلامی به هر حال این رو نشون میده. حالا کاری به بحث سیاسی نداریم. چهارمین جنگ صلیبی. خب در جنگ سوم به هر حال صلاح ایوبی آدم فکوری بود و تونست جنگ رو چیز بکنه. به چهارمین جنگ صلیبی میرسیم 1202 تا 1204 که در این زمان صلاح الدین ایوبی میمیره و تمام بلاد و قسمت هایی که گرفته بود از همدیگه میپاشن. و مسیحی‌ها بهترین وقت رو میدونن که بیان و دوباره اون کشورها رو به دست بیارن منتها مشکلی که پیش میاد بین خود شما بین پادشاهان ها چند دستگی به وجود میاد آه. شاید اگر منسجم بودن اورشلیم تا الان دست مسیحی ها بود ولی اونجا بین خودشون چند دستگی میشه و متاسفانه نمیتونن کشور اورشلیم رو فتح بکنن و این دو امپراتوری بزرگ مسیحی و اسلامی تصمیم میگیرن که مرز خودشون رو مشخص کن تا امروز که بینا هستش من خیلی سریع در مورد نتایج جنگ های سلیبی هم اگر چون وقت ما خیلی کم هستش ببینید اورشلیم رو و خیلی <تصفح> از جاهای مقدس رو مسیحا از دست میدن و همینطور یه مشکل دیگه ای که به وجود میاد اینه که هر چون هیچ کدوم به اون یکی پیروز واقعی نمیشن یعنی به هر حال اورشلیم دست مسلمونا بود از قبل اینها یه مدت میگیرن مسیح و دوباره اون رو پس میدن به مسلمان پس هیچ کدوم پیروز واقعی در این جنگ نبودن فقط این وسط تعداد خیلی زیادی کشته میشن و از بین میرن ولی چیزی که میشه اینه که اروپا به هر حال امپراتوری اسلامی رو به عنوان یک امپراتوری قبول میکنه <applause> یعنی میپذیره که این به هر حال وجود داره هست و تا اون موقع به اسم کفار میشناختن از اون موقع بعد دیگه میگوین. میگن که اینا دیگه وجود دارن و به نوعی باشون سازش سعی میکنن بکنن و با یه احترامی بهشون نگاه میکنن و دیگه درگیر جنگ نمیشن ولی اتفاق دیگه ای که میفته و این خیلی مهمه این هستش که نهایتا اگر تاریخ رو نگاه کنیم اروپا پیروز شد چون از اون زمان شما ببینید کشور اسلامی هی پایین رفتن و کشورهای اروپایی پیشرفت کردن در هر زمینه ای که میخوایم بگیم درسته که کشورهای اسلامی در علوم پیشرفت کرده بودند ولی کاربرد اون رو نمیدونستند اصولا کشورهای اسلامی و کشورهای شرقی خیلی تئوریک هستند شما الان ببین ایران خودمون تو المپیاد فیزیک و شیمی و اینا خیلی خوبن ولی وقتی بحث کامپیوتر میشه ضعیفن وقتی بحث تکنولوژی میشه کشور اسلامی ضعیف هستن یعنی از همون زمان این به وجود میاد که مسلمونا و کشورهای اسلامی فقط در تئوری، در فرضیات، در نظریات پیشرفته هستن کشورهای مسیحی و اروپایی همینا رو تا حد زیادی گرفتن شکوفا کردن به حد عمل رسوندن مم. و امروز میبینیم که تکنولوژی دست اروپا و بلد. کشورهای مسیحیه امروز میبینیم که علم دست ایناس به هر علم کار بردی میبینیم که صنعت و فرهنگ دست به هر حال ایناست الان اگه چیزی هم به کشورهای اسلامی میره از اینها هستش به هر علمی هر علمی بله, بله. شما الان ت... ما حالا متاسفانیم واقعا بده کشورهای اسلامی به هر حال برای تجهیزات پزشکیشون محتاج اروپا هستند برای تکنولوژی محتاج اروپا هستند یک ماشین درست نمیتونن از خودشون تولید کنن و این چرا به چه دلیل این مسئله پیشرفت نکرد و در تئوری بودن مونده من فکر میکنم که یه مقدار برمیگرده به هویت مذهبی این دو ببینید از اول ما دیدیم که اروپایی ها خیلی ببینید بعد از اینکه حالا رونسانس میشد متاسفه وقت نشد راجبون صحبت کنیم رونسانس خیلی میاد علم و هنر رو خیلی چیز میده شکوفا میکنه و اون رو کاربردی میکنه یعنی ببین اونایی نظریاتی که گرفته بودن و بعضا از کشورهای اسلامی گرفته بودن ما بهترین پزشکی رو نزد ایرانی ها ابو علی سینا رو داشتیم جابر ابن حیان شیمیدان خیلی خوبی بود خیلی از اینها تئوری بود مسیحی ها به خاطر اینکه دستشون بازتر بود برای استفاده عملی از علوم ببینید ما در اسلام به خاطر ساختار شریعتیش چیزی که هست این که خیلی جا حلال و حرام داریم. دست دانشمندا بسته است. امروز هم در کشور اسلامی اینجوریه. خیلی جا باید مواظب باشن از شریعت تخطی نکنن. حتی بعضی از چیزهای علمی در پزشکی به خاطر حلال حرام بودن ممنوع در کشور اسلامی. خب اینها حالا کاری به درستی و غلطیش نداریم. دست خیلی آروم می‌بنده. همین در هنر هست مهم. شما موسیقی موزی... چرا در کشور اسلامی پیش رفتیم کنون مجسم سازی؟ فکر چیز خوبی اشاره کردی چون وقت هم زیاد نداریم کورو جان با یه جنبندی داشته باشیم با شما صحبت همین موسیقی کردید فقط و تاثیر مذهب بر روی فرهنگم بوده من یادم میاد حالا حالا نمیدونم ولی من یادم میاد 30 سال پیش اگر یه شخصی میخواست موسیقی بزنه خیلی خیلی ببخشید میگفتن مطرب شده و اگر ورزش کار میخواست بشه میگفتن لات شده خب <applause> که این یک وا ما... که من متصونه هر دو تا رو دوست من موسیقی رو دوست داشتم من بسکتبال رو با... مال من بدتر میشد ولی خب ببینیم ب... فرهنگ هایی هم هستن که تحت تاثیر مثلا مذاهب هم تحت تاثیر فرهنگ اینا باعث شده بوده بره. که این شکوفایی به وجود نیاد اما خیلی وقت کم داریم کورو جان ببخشید من کلام شما رو قطع کردم کاش در دو دقیقه داریم کاش وقت بیشتر داشتیم در رابطه با رنسانس هم بیشتر صحبت کرد ولی یه جنبندی داشته باشیم در این دو دقیقه حتما. ما بفهم. دیدیم بفهم. که امپراتوری های مختلفی اومدن رفتن و نتیجه و میوه همه اینها در اروپا شد در یک قرنی در یک هزاره ای به اسم هزاره قرون وسطا که در اون خب مسیحیت حرف اصلی رو میزد اروپا تحت تاثیر مسیحیت بود در خیلی جهات پیشرفت کرد در خیلی جهات در حال ایستا بود ما دیدیم که در این زمان خب اروپا یک پارچه تر بود یک به قول معروف یک کشور با یک زبان یک دین رو تشکیل میداد همونطور که دارد. امروزه به نوعی در کشورهای اروپایی و آمریکا این هستش خب ما میبینیم که بعدها این به هر حال تقابل بین اسلام و مسیحیت خودش رو نشون داد در قرن 11 هم این دو قدرت در کنار روبروی هم وایستادن هیچ کدوم برنده یا بازنده نهایی نبودند، چون اون بلادی رو که مسیحا گرفتن دوباره پس دادن و به قول معروف همدیگر رو پذیرفتند. در همونی که هستن این جنگ ها باعث پیشرفت صنعت و هنر و فرهنگ در اروپا شد درس عبرتی شد برای اون اروپایی ها از اون چیزهایی که به نوعی گرفتن به صورت تئوری تونستن استفاده بهینه و عملی رو بکنند و باعث رونسانسی شدن که امروزه صنعت و هنر اروپا رو تشکیل بلیدیم. میده تاثیر مثبتش وجود به وجود اومد رنسانس بله. بود و از نظر علمی و هنری بله. پیشرفت هایی که خیلی کردن صنعتی بله. و این جنگ حدودا 200 سال طول کشید بله. و خیلی پشته هزارو... داد نقدر. بله بله صدها هزار کشته بله. داد که نسبت به, غر... به اون موقع خیلی جمعیت زیادی بود قحتی های زیادی رو به وجود آورد بیماری های خیلی زیادی اه. رو به وجود آورد و پیامدهای انسانیش خوب نبود ولی یکی از دلایلی که اروپا الان اروپا شد و آمریکا همینطور شاید بله همین جنگهایی بود, بود, بود که داد و ستد رو خیلی نزدیک تر کرد به نونها. مرسی ممنون کوروش جان از اینکه دو هفته اطلاعاتت رو در اختیار ما و بیننده ها گذاشتیم امیدواریم که شما عزیزان هم بهره کافی رو برده باشید اگر سوالی بوده توی ذهنتون سوالات جواب داده شده باشه و همچنین ممنون از تمامی بینندگان فرقی نمیکنه از کدام در واقع اعتقادی باشین یا دینی باشین که برنامه رو دیدین به عنوان یک برنامه شاید تاریخی و گفتم مسئله این هست که یک سری حق حقایق باید باید بازگو بشه چون شاید اگر برید توی وبسایت ها توی اینترنت و یه سری مسائل رو بخونید خیلی مسائل ضد و نقیز باشه واقعیت ها نباشه اما ما سعی کردیم بی‌طرفانه واقعیت ها رو عنوان کنیم دیگه اختیار با شما هست و انتخاب با شما امیدوار هستیم که یه مقدار ما رو به فکر واداره که ببینیم که کجای کار هستیم و مثل بقیه برنامه های ما اما دوستان عزیز وقت وقت دعا هست با باشید خوشحال هستیم که برنامه رو واقعا اجرا می کنیم که در قسمت آخر واقعا دعا دارن مخصوصا شما عزیزان که درخواست دعا برای ما میفرستید دعای شما برای ما خیلی مهم هستش و مطمئن باشید که نفر در اینجا دعا می کنیم بلکه لیست دعای شما حداقل برای چهل نفر که اهل دعا هستن فرستاده میشه پس همواره برای شما عزیزان دعا میشه سیاوش عزیز از ایران برای دعا برای حل مشکلاتشون خواستن نرگس برای شفای ذهن و فکر و قلبشان شبنم و شادی از ایران داور شفای ام اس ساعد برکت مالی خواستن سهیلا از ایران ازدواج مناسب رو میخواهند فریده از ایران دعا برای رشد برکت مالی آزادی از اعتیاد مهران مریم از شیراز برکت مالی و همچنین الناز دختر اعظم خانم از لندن بیماری عفونی دارم و همچنین میخوایم برای آشوب های خاورمیانه هم با هم دعا کنیم پس لطفا متحد بشیم همگی در نام عیسی مسیح خداوند عزیز لیست رو به حضور مبارکت میاریم برای سیاوش محترم برای حل مشکلاتشان دعا می کنیم در نام عیسی مسیح همچنین برای نرگس برای شفای ذهن و فکر و قلب و وجودشان تو خدای شفادهنده هستی برای شبنم و شادی برای بیماری ام این بیماری ها فقط نامی است و هر نام و اسمی در برابر تو به زانو در خواهد آمد دست زوراورتو تو این از آن را شفا ببخشه برای ساید محترم برای برکات مالی دعا میکنیم در نام عیسی مسیح ضعف مالی او و کمبوتا رو تو میبینی تو برکت بده برای سایلا برای ازدواج مناسبشون ای خداوند من دعا میکنیم در نام مسیح هدایت تو در کار باشه همچنین برای فریده برای رشد روحانیشون و آزادی از اعتیاد مهران رو به حضور مبارک تو میاریم در نام مسیح و مریم عزیز برای برکت مالی مخصوصا برای الناز برای عفونتی که در بدنشون وجود داره در نام مسیح دعا میکنیم و برای آشوبهای خاورمیانه تو پادرمیانی میانی کن در نام عیسی مسیح آمین آمین شکر شبنم از ایران دعا برای سلامتی خودش و بچه‌ای که در, را در راه داره و بیماری ام ایس که داره داوود از ایران دعا برای گرفتن عروسی کن، براش دعا کنیم نسرین از ایران دعا برای بیماری علی و فاطمه روح الله از ایران دعا برای تقویت ایمان و وضعیت مالیش و همچنین فاطمه از ایران دعا برای شفای جسم و تقویت ایمان این خداوندم عیسی ای مسیح تک تک این عزیزان را به حضورت میارم خداوندا تو از نیات این عزیزان با خبر هستی از کسانی که واقعا مشکلاتی دارن از نظر بیماری خداوند و از تو میخوام که همه مسائل رو در دستان خودت بگیری روح خودت رو بر اونها بریزی و شفای خودت رو جاری کنی بر اونها برای دوست عزیزی که برای سلامتی خودش و بچهش خواسته دعا بشه خداوندم از تو میخوام که همین الان روح القدس خودت رو بر این بچه در رحم مادر بریزی خداوندا و اون رو در سلامتی و در صلاحیت و خداوند و پاکی و قدوسیت خداوندا در کنترل خودت نگهداری برای خداوندا داوود و ازدواجش دعا میکنم خداوندا از تو میخوام برکات مالی خداوندا به او بدی و بهترین ها برای او انجام بگیره برای تقویت ایمان فاطمه دعا میکنم و همچنین روح الله ای خداوندم دست تو میخوام که با اونها یک ملاقات جدید داشته باشی و خداوندا روح خودت رو بر اونها بریزی در نام عیسی مسیح آمین, آمین. ای خدا منم من فرانک عزیز رو از یاسوچ که برای ما بر از ما خواسته برای ایمان آوردن همسر و پسرشون سروش سهیلای عزیز از ایران برای ازدواج مناسب مصطفی از تهران برای برکت مالی فاطمه از ایران دعا برای شفای جسم و تقویت ایمانشون مم. آیدا از ایران دعا برای سلامتی و برکت محسن عزیز از ایران دعا برای رهایی از های شیطانی و نیما از ایران دعا برای مشکل مالی و رهایی از بحران اقتصادی خدای تک تک اینها رو به حضورت میارم ای خداوند میخوام در نام عیسی مسیح خداوندم بنا به حکمت خودت و بنا به ایمان دستی که دراز شده و اون رو میخواد بگیره ای خداوندم در موقع مناسب تک تک اینها رو ای خداوندم برآورده بکنه خدای خوبم تو رو شکر میکنم به خاطر رحمت و برکت تو که بر همه ماهای خداوند هر روز میباره در نام عیسی مسیح آمین, آمین. آمین در در نام مسیح و دعایی که در نام مسیح میشه قوت هست و ما با ایمان میپذیریم که انجام میگیره ما دعا رو میبریم و خداوند هم اونها رو در دستان خودش میگیره و مطمئنا جوابگو هست آمین خب ممنون و تشکر باز هم کوروش جان و همچنین شما دوستان عزیز برادر میلتن و هفته آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با یک موضوع جنجالی دیگه تحولات خاور میانه با آقای کوروش جهانشاهی و همچنین آقای منصور برجی مطمئنا برنامه جالبی خواهد بود حتما برنامه رو ببینید سوالی دارید نظری دارید حتی در طول هفته میتونید اونها رو در میان بگذارید که در آخر هفته... که در پنجشنبه هفته آینده اونها رو مطرح کنیم همچنین دوشنبه با موضوع خانواده ازادار در خدمت شما عزیزان هستیم با مهمان عزیز برنامه کشیش ادوارد هفت پیان اگر با این مسئله مواجه بودید اگر باز هم در این مسئله در رابطه با این مسئله سوالی دارید نظری دارید دوست داریم که این برنامه رو هم تماشا کنید و اما برنامه های ضبط شده رو بر روی فیسبوک همراه با شما و یوتیوب میتونید دنبال کنید اگر دوستانی دارید که هنوز فیسبوک همراه با شما رو لایک نکردن بهشون پیشنهاد کنید که حتما این کار رو بکنن و در طول هفته هم میتونید با ما در تماس باشید اگر دعاهایی رو دارید میتونید با ما مطرح کنید مواظب خودتون باشین دوستتون داریم خدا نگهدارتون باشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنی از سیاهی به سپیدی و امید با خدایی که نگاهش به شما میشه آسوده به خوشبختی بسی.